معجزه دیگری باشید. از کتاب تفکر فراوانی نوشته جویل آستین. بسیاری از مردم دست به دعا برداشته و منتظر معجزه هستند. آنها همیشه میگویند خدایا یک دوست برایم بفرست، یا خدایا برای تربیت فرزندانم به کمک نیاز دارم، من باید آموزش ببینم، یا خدایا به یک گشایش در کارهایم نیاز دارم. فراموش نکنید که شما نیز می توانید به عنوان معجزه‌ای که دیگران منتظرش بودند اقدام کنید. شما معجزه آنها باشید. در بسیاری از موارد خداوند از مخلوقاتش به عنوان معجزه و کمک به دیگران استفاده می کند. شما می توانید به عنوان دستان خداوند عمل کنید و همان معجزه مورد نظر سایرین باشید. شما می توانید همچون صدای رسای خداوند عمل کنید و همان معجزه مورد نظر سایرین باشید. شما می توانید همچون بازوان توانمند خداوند باشید و بندگانش را در آغوش پرمهر خود جای دهید. خداوند سایرین را در مسیر شما قرار می دهد تا پاسخ دعاهایشان را بشنوند. شاید خودتان ندانید، اما شما همان معجزه‌ای هستید که دیگران منتظرش هستند. یکی از کسانی که می‌شناسید تنهاست و برای داشتن یک دوست خوب دعا می‌کند، شما همان معجزه‌ای هستید که وی برایش دعا کرده است. یکی از کسانی که می‌شناسید خبر بدی از پزشک دریافت کرده، او نگران و پریشان دست به دعا برداشته است که خدایا یک نشانه برایم بفرست. باید بدونم که هنوز هم کنترل زندگیمو در دست دارم و شما هم کنترل زندگی منو در دست دارید. شما باید نقش همان نشانه را ایفا کنید. برای مثال یک تماس ساده تلفنی کافی است تا وی همان نشانه هایی که منتظرش بود را دریافت کند. فردی از آشنایان شما ناامید و بی‌انگیزه شده است. او میگوید خدایا اصلا نمیتونم این مبحث درسی رو بفهمم، اما باید در این امتحان قبول بشم، یک کمک برام بفرست. شما همان فرد یاری رسان باشید که وی برایش دعا کرده است. مدت زمانی را برای معجزه بودن برای دیگران اختصاص دهید. به کسانی که در زندگی شما حضور دارند دقت کنید. هیچ یک از آنها به طور تصادفی وارد زندگی شما نشدند، بلکه خداوند هر یک از آنها را به یک دلیل وارد زندگی شما کرده است. شاید علت امر این باشد که شما یک معجزه کامل برای آنها هستید. شما قادر به درمان مشکلاتشان هستید و مهمتر آن که دوستی و یک شروع جدید و یا احیای روابط بسیار هم مهم هستند. به نظر من بالاترین و مهمترین لحظه در زندگی آن است که احساس کنید شما همان معجزه‌ای هستید که دیگری برایش دعا کرده است. فکرش را بکنید، شما قادر به بلند کردن یک فرد از روی زمین هستید. شما می توانید یک فرد که دچار فروپاشی روحی شده است را احیا کنید. شما می توانید به یک غریبه کمک کنید و مهربان باشید. شما می توانید معجزه اطرافیان باشید. معجزه‌ای در انتظار تحقق است. برادرم پل جراح است. او مدت زیادی را برای جراحی و درمان افراد نیازمند در ناکجا آبادهای آفریقا سپری می کند. او به یک دهکده دور افتاده می رود، حتی با اولین شهر صدها مایل فاصله دارد. کلینیک عبارت است از یک ساختمان کوچک که با قوطی حلبی ساخته شده و معمولاً دارای برق نیست و حداقل تجهیزات پزشکی در آنجا یافت می شود. عمدتاً این کلینیک ها توسط یک پزشک اداره می شوند. چند سال پیش نیمه های شب یک مرد جوان به کلینیک مراجعه کرد. آج یک فیل شکم او را دریده بود. پل به این امید که بتواند
جان این مرد را نجات دهد، او را به فضایی که اتاق جراحی نامیده میشد هدایت کرد. مشکل اصلی آن بود که حتی یک بسته خون در کلینیک یافت نمیشد و بیمار نیازمند خون بود. شاید هر کس دیگری به جای پل بود با خود میگفت چه بد، دوست داشتم به تو کمک کنم، اما به چندین بسته خون نیاز داری. به نظر من امروز روز شانس تو نیست. پل ایمان داشت که جراحی به خوبی انجام خواهد شد و خون کافی برای بیمار تأمین خواهد شد. او ابتدا بیمار را جراحی کرد و سپس خون کافی به وی را تزریق کرد. چه خبر شده بود؟ پل همان معجزه آن مرد زخمی بود. در واقع پل در حین جراحی برای آن مرد نگونبخت دعا کرده بود که خدایا این بیمار حالش خیلی بد است و فقط به این معجزه احتیاج دارد. ناگهان پل متوجه شد که فهمیدم، من خودم معجزه او هستم. همه ما اطمینان داریم که خداوند از عهده هر کاری برمی آید و می دانیم که انجام معجزات برای خداوند سهل است. اما توجه داشته باشید که خداوند معجزاتش را از طریق ما انجام می دهد. ما پاسخ دعاهای دیگری برای معجزه هستیم. شما همان گشایشی هستید که آنها در انتظارش هستند. شما همان دست یاری هستید که آنها در انتظارش هستند. هیچ کاری در جهان لذت بخشتر از آن نیست که زندگی یک نفر را نجات دهید. البته شاید آموزش مهارت‌هایی که می‌دانید به سایر همکاران همان معجزه‌ای باشد که سایرین در انتظارش هستند، یا شاید کمک کردن به یک خانواده که از عهده اجاره خانهشان بر نمی آیند، یا شاید همراه بردن یک کودک دیگر به زمین بیسبال تا در کنار فرزند شما تمرین کند، و یا گاهی اوقات یک معجزه که سایرین در انتظارش هستند از نظر شما عملکرد مهمی نیست، اما معنای بزرگی برای آنها دارد و همان عاملی است که آنها را به سمت تحقق سرنوشتشان سوق می‌دهد. یک لحظه تصور کنید که اگر همه ما این دیدگاه را داشته باشیم که من معجزه‌ای هستم که سایرین برایش دعا کردند، جهان به چه مکان زیبایی تبدیل می‌شود. در جایی شنیدم ما به معجزه نیاز نداریم، بلکه فقط به یکدیگر محتاج هستیم. به اطرافیان خود نگاه کنید، به آنچه میگویند گوش کنید. آیا کاری هست که بتوانید برایشان انجام دهید؟ آیا میتوانید با یک کلام دلنشین در محل کار سایرین را امیدوار کنید؟ آیا دیگری به لباس مناسب برای یک رویداد مهم نیاز دارند، در حالی که شما ده ها لباس در کمدتان آویزان کردید و قرار نیست هیچ یک را بپوشید؟ آیا آنها تنها زندگی می کنند چون خانوادهشان در یک ایالت دیگر ساکن هستند؟ شاید شما بتوانید این افراد تنها را برای شام یا نهار دعوت کنید تا در جمع خانوادگی شما باشند. سعی کنید با آنها خوش بگذرد و در جمع خانوادگی شما احساس آرامش کنند. همین فرصتهای ناب برای تبدیل شدن به معجزه دیگران کافی هستند. باعث تراوت دیگران باشید. یکی از دوستانم در یک محیط بسیار نامناسب رشد کرده است. او پدرش را به خاطر ندارد و همیشه با مادرش زندگی کرده است. وضعیت خانوادگی آنها هرگز از ثبات برخوردار نبوده است. او عاشق خواندن و نوشتن است و در نوجوانی مایل بود در آینده خبرنگار تلویزیونی بشود. جالب است بدانید که او توانسته بورسیه یک دانشگاه بسیار معتبر را دریافت کند و باعث تعجب همگان گردد. او یک آفریقایی امریکایی است. هم اتاقی او در دانشگاه پسری از یک خانواده بسیار معروف بود. یعنی دقیقا متضاد با وضعیت خانوادگی خودش. اما این دو جوان توانستند با هم دوست شوند. آن هم دوستان نزدیک و وفادار. دوست من درباره آرزوی دوران کودکی و نوجوانی، یعنی خبرنگار تلویزیون شدن، با هم اتاقیش صحبت کرد
و اون نیز توصیه کرد اگه قراره یه خبرنگار خوب باشی باید دامنه واژگان خودت رو توسعه بدی، چون الان دانش کافی نداری. هم اتاقی مهربان هر روز از روی دیکشنری واژگان جدید را با دوست من کار میکرد. برای مثال ابتدا یک واژه را معرفی کرد و سپس از دوست من میخواست آن را در یک عبارت به کار ببرد و سپس در طول روز نیز حتی المقدور از همان واژه در مکالماتش استفاده کند. این روند دقیقا 4 سال ادامه داشت. هم اتاقی چه میکرد؟ به معجزه دوست من تبدیل شده بود. او زمان زیادی را به مراقبت و آموزش دوست من اختصاص داد، چون می دانست این فرد به یک دلیل خاص وارد زندگی او شده است. اکنون این مرد از بهترین خبرنگاران ایالات متحده است. او برای چند شبکه تلویزیونی مهم کار می کند و در اغلب برنامه های خبری مهم گزارش هایی از او پخش می شود. اما من حقیقتاً نمی‌دانم که اگر آن هم اتاقی و معجزاتش نبودند سرنوشت دوست من به کجا ختم می‌شد. شاید بگویید دوست ندارم مطالبی درباره تبدیل شدن به یک معجزه برای دیگران بخوانم، چون خودم به معجزه احتیاج دارم. نکته مهم همین است، اگر شما معجزه دیگری بشوید خداوند نیز مقدمات کار را فراهم می کند تا شما نیز معجزاتی که نیاز دارید را به دست آورید. تا زمانی که همین بذر را در گوشه و کنار پراکنده کنید، افراد صحیح و فرصتهای صحیح و گشایشهایی که نیاز دارید را خواهید یافت. اطمینان داشته باشید که خداوند شما را به همون جا که باید بروید رهنمون خواهد کرد. به دیگران کمک کنید تا به شما کمک شود. اگر خواهان تحقق آرزوهایتان هستید به دیگران کمک کنید با آرزوهایشان برسند. اگر نیاز به معجزه دارید خودتان به معجزه دیگری تبدیل شوید. در واقع هر زمان که به اندازه کافی به دیگران رسیدگی کنید یا زمان کافی برای کمک به دیگران سرمایه گذاری کنید، محصول بذری که کاشته اید شامل حال خودتان خواهد شد. چند سال پیش پس از یک سخنرانی با 2 خانم گفتگو کردم. من احتمال دادم آنها مادر و دختر باشند، اما خانم مسن‌تر گفت اوه نه، اما او حقیقتا مثل دختر خودم. او به من گفت وقتی خبر تغییر مکان کلیسا رو از بخش شمال شرق هوستون به محل جدید شنیده بود به شدت نگران شد، چون نمیدونست باز هم میتونه تو مراسم و سخنرانی ها شرکت کنه یا نه. او بیوه بود و از رانندگی در بزرگراه‌ها وحشت داشت. یک روز بعد از پایان مراسم در کلیسا اون مشکل خودش رو با گروهی از خانوم ها در میون گذاشت. این خانم جوان که او هرگز با وی صحبت نکرده بود و در واقع هیچ اطلاعاتی از وی نداشت پیشنهاد خوبی کرده بود. گفته بود نگران نباشید. چطوره من هر یک شنبه شما را به محل کلیسا ببرم؟ خانم مسن با تعجب به اون خیره شده بود و گفته بود جدی میگی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ فاصله خانه آن دو خانم از یکدیگر حدوداً 30 دقیقه رانندگی بود. اما این مسئله برای خانم جوان مهم نبود. خوشبختانه این فکر هرگز به ذهن خانم جوان خطور نکرده بود که درست خیلی دوست دارم به این خانم کمک کنم، اما خب باید به مسافت زیادی رانندگی کنم تا به خانه او برسم، در حالی که مشغله خودم رو دارم و البته بنزین هم خیلی گرونه. از دیدگاه اون خانم جوان این یه فرصت ناب بود تا بتونه به معجزه زندگی دیگری تبدیل بشه. هنوز همین خانم هر یک شنبه صبح سر ساعت جلوی خانه خانم محسن توقف میکنه و هر دو با هم راهی کلیسا میشن. بعد از اون که خانم محسن کل ماجرا رو برام تعریف کرد، خانم جوان رو در آغوش گرفت و گفت جویل، این خانم معجزه منه. اگرچه نمیتونیم به همه مردم کمک کنیم، اما میتونیم معجزه زندگی تعداد معدودی باشیم. کسانی هستن که خداوند به دلایل خاص سر راه ما قرار میده که به نوعی با سرنوشت شما در ارتباط هستن. اگر به اونها کمک کنین که بالاتر برن، خودتون نیز بالاتر میرید.
اگر به اونا کمک کنید نیازهای خودشون رو برطرف کنن، نیازهای شما هم با وفور نعمت برطرف میشه. اگه معجزه دیگران باشید، خداوند نیز معجزه‌ای برای شما در نظر میگیره. فراموش نکنید که برعکس این روند نیز امکان پذیره. اگر اونقدر به مسائل خودمون سرگرم بشیم که به اطرافیان توجه نکنیم، هرگز کمک هایی که لازم داشته باشیم رو دریافت نخواهیم کرد. اگر آنچنان در رویاهای خودمان غرق باشیم که به سایرین توجه نکنیم، یا اگر اونچنان در مشکلات خودمون غرق بشیم که هرگز به فکر دیگران نباشیم، متاسفانه روز به روز گرفتارتر خواهیم شد. رسیدن به بالاترین سطح از توانمندی در هر زمینه نیازمند کمک کردن به دیگران تا بتونن به بالاترین سطح از توانمندی خودشون برسن. اجازه بدین این مسئله رو با مثال بومرنگ مقایسه کنم. کمک کردن به بالا رفتن دیگری همانند پرتاب بومرنگ است که با همان شدت به سمت خودتان باز می‌گردد و باعث بالا رفتن شما خواهد شد. شما آکنده از معجزات هستید. به داستانی از عیسی مسیح برای پیروانش توجه کنید. مردی در راه می رفت که ناگهان مورد حمله راهزنان قرار گرفت. آنها وی را کتک زده و نیمه جان بر روی زمین رها کردند. پس از مدتی یک کشیش که از همان مسیر عبور می کرد وی را دید و با خود گفت: خدای من، چه حال بدی داره؟ این بیچاره به یه معجزه نیاز داره. من براش دعا میکنم. او در حالی که دعا میکرد به راه خود ادامه داد. پس از آن دستیار کشیش محلی از راه رسید و با دیدن آن مرد نگونبخت عملکرد بهتری داشت. او پس از بررسی وضعیت آن مرد با خود گفت: چقدر ناجوان مردانه است. امیدوارم کسی به این بیچاره کمک کنه. و سپس او نیز به راه خود ادامه داد. پس از آنها مرد دیگری از راه رسید. او نیز همانند دو نفر دیگر وضعیت مرد بیچاره را بررسی کرد و با خود گفت که وی برای زنده ماندن قطعاً به یک معجزه نیاز دارد. اما این باور او یک گام از او فراتر نهاد و گفت: میدونی چیه؟ من معجزه این مرد هستم. من در زمان صحیح در مکان صحیح قرار گرفتم. یعنی خداوند مرا در این مسیر قرار داد تا به عنوان معجزه برای درمان او تلاش کنم. یعنی من ناجی او هستم و باید یک شروع دوباره را برایش رقم بزنم. آن مرد کنار مرد زخمی زانو زد و به او آب داد. شال خود را باز کرد تا با آن همه جراحات را پانسمان کند. سپس او را به آرامی و با احتیاط از روی زمین بلند کرد و بر روی الاغش گذاشت تا به اولین شهر در همان حوالی برساند. آنها سپس وارد یک مهمانخانه شدند. آن مرد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به صاحب مهمانخانه داد و به او گفت: از این مرد نگهداری کنید. اجازه بدهید تا هر زمان مایل بود اینجا بماند. هر چه احتیاج داشت به او بدهید. به شما قول می دهم در مسیر بازگشت همه ی هزینه های اضافی را پرداخت کنم. اکنون پرسش من این است: شما کدام مرد هستید؟ البته بدیهی است که گاهی اوقات به راحتی درگیر مشکلات خودمان می شویم و این گونه خود را توجیه می کنیم که وقت اضافی ندارم که به دیگران کمک کنم، چون خودم به اندازه کافی مشکلات دارم. اما توجه داشته باشید که کمک کردن به دیگران نقطه عطف حل شدن مشکلات خودتان است. همین افراد که به کمک یا تشویق شما نیاز دارند، یا همین افراد که می توانید آنها را تا مسیری برسانید، با آنها خون بدهید یا در تحقق رویاهایشان شریک شوید، آنها فرصت‌های الهی هستند تا شما نیز بتوانید خود را به یک سطح بالاتر برسانید. هر زمان که به دیگری کمک کنید به شما کمک خواهد شد. جالب است که عیسی مسیح از یک کشیش در داستانش استفاده کرد. او عجله داشت. نمی توانست توقف کند. باید هرچه سریعتر خود را به صومعه می رساند تا وظایف مذهبی خود را انجام دهد. او هیچ زمانی برای کمک کردن به دیگری نداشت.
شاید آن کشیش با خودش فکر کرده بود که اگر به این مرد که سر تا پا غرق خون شده کمک کنم، لباس سپیدم خونی خواهد شد، نجس میشم. در این صورت ظاهرش برای حضور در صومعه مناسب نبود. البته او صدها عذر و بهانه دیگر هم داشت، اما یک فرد مذهبی واقعی از کثیف شدن واهمه ندارد. یک فرد مذهبی واقعی خود را به پشت شیشه های رنگی کلیسا یا لباس های فاخر مخفی نمی کند، بلکه هر جا به کمک او نیاز باشد خواهد رفت. وقتی سرعت اتومبیل را کم می کنید تا یک نفر را سوار کرده و تا مسیری ببرید، خداوند را خوشنود می کنید. اگر حقیقتاً مایل هستید خود را در قلب خداوند جای دهید، به افرادی که آسیب دیده هستند کمک کنید. از نظر عیسی مسیح، برگزاری مراسم مذهبی یعنی مدت زمانی که برای احیای یک قلب شکسته صرف می‌کنید، یا برای درمان زخم‌های دیگران صرف می‌کنید، یا برای تشویق دیگران و ایجاد انگیزه در آنها صرف می‌کنید، یا اشکهایشان را پاک می کنید، یا سعی دارید یک شروع دوباره را برایشان رقم بزنید. فرد مذهبی واقعی هرگز کسانی که محتاج کمک ما باشند را قضاوت نخواهد کرد. یک فرد مذهبی واقعی هرگز نخواهد گفت اوه، اون به کمک من احتیاج داره، خب پس تا حالا درست زندگی نکرده، یا اون مشکلات زیادی داره اما همه اینا تقصیر خودشه، اون معتاده و هیچ وقت کار نکرده، بنابراین خودش همه این بلاها را سر خودش آورده. عیسی مسیح گفته است بدیهی است که فرد بیمار به پزشک نیاز دارد نه فرد سالم. خداوند نمیپذیرد که بندگانش را قضاوت کنیم. او فقط از ما انتظار دارد برای بهبود و التیام زخم‌ها آستین بالا بزنیم. او از ما می‌خواهد دیگران را احیا کنیم و معجزه دیگران باشیم. هر کس قادر است اشتباهات دیگران را مشاهده کرده و آنها را به رخ بکشد. هر کس می‌تواند انتقاد کند و یا به هزاران عذر و بهانه از کنار افراد محتاج به کمک عبور کند. همه این کارها ساده‌تر است. ساده‌تر از کمک کردن به دیگران. اما کسانی که مدت زمان کافی برای مراقبت و توجه به دیگران اختصاص می دهند کجا هستند؟ کسانی که اقدام به کمک می کنند، لباسشان کثیف می شود و به دیگران عشق می دهند تا آنها را به زندگی برگردانند کجا هستند؟ در داستانی که برایتان نقل کردم، مرد سوم زانو زد تا به مرد زخمی کمک کند. او سعی در ایجاد تفاوت داشت. او حتی لحظه هم درنگ نکرد، چون سعی داشت معجزه آن مرد زخمی باشد. این همان شخصیتیش که من نیز دوست دارم باشم، چون دوست ندارم فقط یک عابر باشم. من هرگز مشغله کاری یا کلیسا را بهانه نکردم تا از زیر مسئولیت‌ها شانه خالی کنم. من هرگز فقط ابراز تأسف نمی کنم که ای کاش اینطوری نشده بود، یا چقدر ناراحت شدم. برای این فرد دعا خواهم کرد، اما نه، من سعی میکنم معجزه فردی باشم که گرفتار مصیبت شده است. خداوند بر روی ما حساب میکند. او منتظر است که شما دست افتادگان را بگیرید، زخمها را درمان کنید، دوست افراد تنها و بیکس باشید، به تحقق یک رویا کمک کنید، چون شما پر از معجزه هستید. روغن شفابخش را به همه جا بپاشید. تمی ترنت خواننده محبوب از دوستان صمیمی من است. او سفری که با شوهرش ترنت به یک جزیره استوایی داشتیم را برایم تعریف کرد. آنها به مناسبت 11 سالگرد ازدواج به این سفر رفته بودند. ترنت یک غواص کاملا حرفه‌ای است و میتواند بدون کپسول اکسیژن به مدت 6 یا 7 دقیقه زیر آب بماند. آنها روز اول شاد و هیجان زده وارد ساحل زیبا شدند. ترنت فوراً به داخل آب شیرجه زد تا غارهای زیر آبی را کاوش کند. تمی هم در ساحل ماند تا از مناظر خارق‌العاده لذت ببرد.
پس از گذشت 10 دقیقه تمی هیچ اثری از شوهرش ندید. بنابراین نگران شد. 20 دقیقه گذشت و باز هم اثری از شوهرش نبود و نگرانی تمی افزایش یافت. 30 دقیقه بعد هم که باز هم نشانی از شوهرش نیافت به شدت مضطرب شد و با مقامات گارد ساحلی تماس گرفت. آنها چندین قایق برای جستجو و نجات او به آب انداختند. عملیات جستجو ساعتها ادامه یافت و متاسفانه بدن بیجان او را صبح زود بعد یافتند. تمی در شک، اندوه و تنهایی به سر می برد. او در یک کشور غریب بود و هیچ کس را نمی شناخت. والدینش برای خرید بلیط اقدام کردند و توانستند پرواز فردای همان روز را رزرو کنند. اما مشکل اینجا بود که همه رویدادها در تاریخ 10 سپتامبر 2001 روی داد. صبح روز بعد فاجعه 11 سپتامبر بود و در نتیجه هیچ پروازی انجام نشد. تمی به ناچار چند روز در همان جزیره در تنهایی اقامت کرد و احساس میکرد همه دنیا او را فراموش کردند. او به قدری اندوهگین و پریشان بود که قدرت تفکر صحیح را نیز از دست داده بود. در نهایت یک شب توان گفتگو با خداوند را کسب کرد. گفت: خدایا، اگر هنوز به من اهمیت میدهی یک نفر را برای کمک به من بفرست. خدایا یک نفر رو بفرست که حداقل بدونم هنوز وجود داری. چند دقیقه بعد یک نفر در زد. یکی از خانم‌های مسن نظافتچی هتل اهل جامائیکا بود. او گفت: قصد فضولی ندارم، اما وقتی داشتم اتاق بغلی رو تمیز می‌کردم صدای گریه شما رو شنیدم و فکر کردم شاید دوست داشته باشی با هم در مورد چیزی که ناراحتت کرده دعا کنی. تمی ماجرا را برای آن خانم تعریف کرد. او تمی را همچون دخترش در آغوش گرفت و دلداری داد. در همون لحظه تمی که هزاران مایل از خانه خودش دور بود احساس کرد خداوند هنوز هم کنترل اوضاع زندگی او را در دست دارد. آن خانم نظافتچی موسن مدت زمانی را به تمی اختصاص داد تا همچون درمانگر دردهایش را عمل کند. او نیازهای عاطفی تمی را به آنها توجه کرد چون صدای گریه او را از اتاق دیگر شنیده بود. او می دانست که در آن لحظه بی جهت در آن اتاق نایستاده است. او می دانست که باید برای پاک کردن اشکای یک خانم جوان اقدام کند. آن روز خانم مسن جامائیکایی روغن شفابخش را بر روی زخمهای تمی پاشید و به معجزه او تبدیل شد. به دیگران نشان دهید برایتان مهم هستند. در کتاب مقدس آمده است که روزی خداوند همه اشک ها را پاک می کند. هیچ اندوه و ماتمی در جهان نخواهد ماند. بیماری ها از بین خواهند رفت و دردی وجود نخواهد داشت. اما تا آن زمان خداوند برای پاک کردن اشک دیگران بر روی من و شما حساب می کند. آیا دست افتاده‌ای را گرفته اید تا از زمین بلند شود؟ آیا یک قلب شکسته را احیا کرده اید؟ آیا برای کسانی که به کمک شما نیاز داشتند وقت گذاشته اید؟ رفتن به کلیسا و انجام مراسم خوب و مهم است. ما به کلیسا مراجعه می‌کنیم تا انگیزه بگیریم و خود را قوی کنیم. اما وظیفه اصلی ما زمانی شروع می شود که ساختمان کلیسا را ترک می کنیم. به اطراف خود نگاه کنید و افراد بی انگیزه را شناسایی کنید. به درخواست های کمک توجه کنید. معمولا این درخواست ها را نه با گوش بلکه با قلب می شنوند. بدیهی است که با مشاهده ناراحتی یکی از اطرافیان شما نیز ناراحت می شوید و با خود خواهید گفت: باید امشب برای شام ببرمش رستوران. با هم حرف بزنیم. باید تشویقش کنم. هرگز از کنار ناراحتی دیگران بی تفاوت عبور نکنید. یک عابر غریبه نباشید. خداوند در آن لحظه از شما انتظار دارد به کمک دیگری بشتابید و همچون یک درمانگر به او کمک کنید. همیشه دستهای مهربان برای پاک کردن اشک‌ها مورد نیاز است. چند سال پیش برای صرف نهار به رستوران رفتم.
از همون رستوران‌های کوچک و دنج که محل سفارش غذا دقیقاً کنار در ورودی است. هنگامی که به سمت پیشخانه سفارش غذا رفتم و غذا می‌دادم، مردی را دیدم که به تنهایی سر یک میز نشسته بود. با تلاقی نگاهمان او سرش را به علامت احترام خم کرد و همین امر حس خوبی در من ایجاد کرد. بلا فاصله متوجه شدم که باید به نوعی به او کمک کنم. او کت و شلوار شیک به تن داشت و واضح بود از وضعیت مالی خوبی برخوردار است. من با لباس ورزشی همراه با پسرم جاناتان که در آن زمان 2 ساله بود به آنجا رفته بودیم. با خودم گفتم قرار من به او کمک کنم، اما به نظر می رسه که اوضاعش خوب باشه. این مسئله رو همچنان در ذهنم کاویدم. سفارش غذا دادم. هنگام خروج از آنجا باز هم او سرش را به علامت احترام برایم خم کرد و این بار تصمیم گرفتم چند لحظه با او گفتگو کنم. با حالتی دوستانه گفتم سلام، اوضاع خوبه؟ او با یک لبخند تلخ گفت نه چندان، اوضاع خیلی سخت شده. بدون اینکه بر روی سخنانم فکر کنم با یک لبخند گفتم آره میدونم همه چی سخت شده، اما قطعاً اوضاع بهتر میشه. او از من تشکر کرد و من همراه با پسرم از اونجا خارج شدیم. کل گفتگوی ما در همین حد بود. چند ماه بعد نامی از او در صندوق پستی خانه دریافت کردم. او برایم شرح داده بود که در آن زمان بدترین حالت ممکن در عمرش را تجربه می کرده. همسرش تقاضای طلاق کرده بود، مبتلا به افسردگی حاد شده بود و کل دنیا بر روی سرش خراب شده بود. در پایان نوشته بود وقتی اون روز به من گفتی قطعاً اوضاع بهتر میشه، انگار یه چیزی درونم شعله بر شد. اون روز نقطه عطف زندگی اون مرد بود، چون بعد از مدتی بر افسردگی فائق اومد، به وضعیت کارهاش سر و سامون داد و تا امروز همچنان به پیشرفت ادامه میدهد. مائلم تأکید کنم که من حرف خارق‌العاده‌ای به او نگفتم که ناگهان همه موهای بدنش راست بایستد. من فقط لحظه‌ای از وقت خود را به وی اختصاص دادم تا متوجه شود به وضعیت او اهمیت میدهد. گاهی اوقات متوجه نیستیم چه میکنیم، چه توان خارق‌العاده‌ای داریم و کائنات چه نیروی عظیمی را در ما به ودیعه گذاشته است. به اذن خداوند متعال برای دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد شد و ناگهان به او زندگی می‌بخشد. فقط کافیست به دیگران نشان دهیم و به آنها اهمیت دهیم و به آنها این را بفهمانیم که به آنها اهمیت می‌دهیم. به آنها توجه دارید، پس از آن می توانید بارقه هایی از حیات و احیاء زندگی را در آنها مشاهده کنید. آغوش نجات بخش. در سال 1995 یک خانم جوان 2 قلو به دنیا آورد، 2 دختر زیبا. آن 2 نوزاد زودرس بودند و یکی از آنها مبتلا به نقص شدید قلبی بود که گفته می شد قادر به ادامه حیات نیست. طبق دستورالعمل‌های بیمارستان این 2 نوزاد باید در دستگاه‌های جداگانه نگهداری می‌شدند. چند روز گذشت و وضعیت نوزاد بیمار رو به وخامت گذاشت. گویا مدت زمانی بیشتر زنده نمی‌ماند. یکی از پرستاران همیشه اصرار داشت که این 2 نوزاد باید همانند رحم مادر در یک دستگاه و نزدیک به همدیگر باشند. او بالاخره توانست با تلاش فراوان و جلسات متعدد با رؤسای بیمارستان اجازه این کار را بگیرد. او معتقد بود که میتوان یک استثناء برای دستورالعمل‌های همیشگی بیمارستان قائل شد و آن نوزادان را در کنار هم داخل یک دستگاه قرار داد. آن شب نوزاد سالم دستش را دور بدن خواهر ضعیف و بیمارش گذاشت، گویی او را در آغوش گرفته بود. همه کارکنان آن بخش از بیمارستان با تعجب شاهد بهبودی وضعیت سلامتی نوزاد بیمار بودند. بالاخره دمای بدن او به حالت عادی درآمد. ضربان قلبش پایدار و منظم شد.
به تدریج و طی روزهای آینده وضعیت سلامتی نوزاد بیمار بهتر و بهتر شد. در حال حاضر هر دوی آنها در صحت و سلامت کامل به سر می برند. یک عکس به نام آغوش نجات بخش منتشر شده است. در این عکس نوزاد سالم دستش را دور بدن خواهر بیمارش حلقه کرده است. معمولا نمیدانیم چقدر قدرتمند هستیم. خداوند قدرت عجیب درمانگری را در وجود همه ما به ودیعه گذاشته است. آغوش شما میتواند دیگران را شفا دهد. کلام مهربان شما میتواند افراد را دوباره سرپا کند. در کتاب مقدس آمده است زبان نرم و مهربان درمانگر است. یک تماس تلفنی، سوار کردن یک فرد که کنار خیابان ایستاده است، دعوت یک دوست به شام، کمک به دیگران برای تحقق رویاهایشان، اینها رویاهایی هستند که منتظرند به دست شما محقق شوند. گاهی اوقات فقط کافی است به دیگران ثابت کنیم که با آنها ایمان دارید. اگر به فرزندتان بگویید تو حقیقتاً خارق‌العاده هستی و قرار است کارهای بزرگی انجام دهی، من برای موقعیت تو دعا می‌کنم. شاید از نظر خودتان کار بزرگی انجام نداده باشید، اما همین سخنان تأثیر بسیار بزرگی بر روی وی خواهد داشت. گویی جان دوباره به وی بخشیده اید. شما با بیان این عبارت به طرف مقابل کمک می‌کنید به جایگاهی که برایش آفریده شده دست یابد. در کتاب مقدس آمده است که موسی بر روی تپه بلندی ایستاده بود. او نبردی را تماشا می‌کرد که در دشت مقابل در جریان بود. او عصایش را در هوا بلند کرد. در تمام مدت که عصایش را در هوا نگه داشته بود، قوم بنی اسرائیل پیروز میدان بود. این نبرد ساعتها ادامه داشت و او خسته شد. هر بار که دستهایش را پایین می آورد، دشمن بر قوم بنی اسرائیل پیروز می شد. در نهایت موسی نتوانست تحمل کند و به کلی خسته شد. هارون برادر موسی همراه با یکی از یارانش به نام هور بالای تپه بودند و به این ماجرا نگاه می کردند. آنها در حال دعا بودند که خدایا ما به معجزه تو احتیاج داریم. لطفاً اجازه نده دشمن ما را شکست بدهد. این در حالی بود که خودشان قادر بودند معجزه باشند. آنها می توانستند دو طرف موسی بیستند و دستانش را در هوا بلند کنند. پس از آنکه آنها دست از دعا برداشتند و خودشان معجزه شدند، قوم بنی اسرائیل پیروز شد. فراموش نکنید که گاهی اوقات خداوند افرادی را در مسیر زندگی ما قرار می‌دهد که باید دستانشان را بالا نگه داریم. آنها به تنهایی قادر به پیروزی نخواهند بود و ما باید به آنها کمک کنیم. در واقع آنها به شما نیاز دارند تا به آنها انگیزه بدهید. آنها به آغوش نجات بخش شما نیاز دارند. آنها باید بدانند که شما به آنها اهمیت می دهید و به آنها توجه دارید. آنها برای دریافت معجزه دعا می کنند. پس این فرصت را از دست ندهید. همان کاری را انجام دهید که هارون و هور انجام دادند و به جای دعا کردن خودشان معجزه شدند. داستان خانم جوانی به نام مگان را خواندم. او در دبیرستان تحصیل میکرد و دونده ماراتون بود. در یکی از مسابقات موفق شد بخش 1600 متر را با یک موفقیت و به عنوان نفر اول به پایان برساند. سپس باید در مسیر 3200 متری رقابت میکرد. او در آخرین پیچ از مسیر که فقط 50 متر با خط پایان فاصله داشت، متوجه شد دختر دیگری از رقبا به شدت می‌لنگد. گویی زانویش دچار مشکل شده است. آن دختر پس از چند گام نتوانست به حرکت ادامه دهد و ناگهان بر زمین افتاد. رویداد پس از آن به تیتر اول همه خبرگزاری‌ها در جهان تبدیل شد. مگان به جای عبور از کنار او و رسیدن به خط پایان، تصمیم گرفت از این فرصت به منظور دیگری استفاده کند.
اگرچه آن دختر از ابتدای مسیر از مگان جلوتر بود، اما اکنون بر زمین افتاده بود. مگان به سمت آن دختر رفت، کنارش زانو زد، او را از زمین بلند کرد، دستش را دور شانه هایش انداخت و او را تا پایان خط با خود کشان. همه مردمی که در خط پایان ایستاده بودند احساساتی شدند. آنها فریاد می زدند و مگان را تشویق می کردند. اشک در چشمان همه آنها حلقه زده بود. پس از آنکه آن دو دختر به خط پایان نزدیک شدند، مگان گامهایش را کندتر کرد و فرصت داد دختر دیگر زودتر از او به خط پایان برسد و از آن عبور کند. از نظر فنی لازم بود که عدم صلاحیت هر دو نفر آنها اعلام شده و از دور رقابت ها اخراج می شدند. چون بر طبق مقررات افرادی که در این رقابت ها شرکت کردند حق لمس کردن دیگری را ندارند. اما مقامات ایالتی تصمیم دیگری گرفتند. آنها یک استثناء برای این مورد قائل شدند و زمان اتمام مسابقه هر دو دونده را ثبت کردند. مگان در مصاحبه بعدی گفت کمک کردن برای عبور او از خط پایان مسابقه لذت بخشتر از پیروزی در رقابت‌های ایالتی بود. نوری از شما ساطع خواهد شد. دریافت معجزات الهی لذت بخش است، اما هیچ احساسی شیرین‌تر از تبدیل شدن به یک معجزه نیست. شما چه کسی را با خود حمل می‌کنید؟ شما چه کسی را از روی زمین بلند کردید؟ شما به چه کسی کمک می کنید از خط پایان عبور کند؟ سرنوشت شما وابسته به کمک به دیگران است. در کتاب مقدس آمده است وقتی به گرسنه غذا بدهید، وقتی به یک برهنه لباس بدهید، وقتی به کسی که نیازمند است کمک کنید، نوری از شما ساطع می شود، همچنین طلوع خورشید و سپس نوبت به درمان خودتان فرا می رسد. اگر معجزه شدن را وظیفه خودتان بدانید، خداوند نیز معجزه کردن در زندگی شما را وظیفه خودش می داند. پس از آن هرگز بدون برکات و نعمات خداوند نخواهید بود. دوستان، شما پاسخ دعاهای دیگری هستید. شما می توانید آغوش نجات بخش خود را به یک بیمار ضعیف اهدا کنید. شما می توانید به یک دوست کمک کنید از خط پایان عبور کند. شما همان معجزه ای هستید که دیگران نیاز دارند. هر روز با این فکر از منزل خارج شوید. من همان معجزه ای هستم که سایرین منتظر ظهورش هستند. اگر در تمام مدت زندگی هرگز به دریافت معجزه فکر نکنید، بلکه برای معجزه شدن تلاش کنید، خداوند نیز به شما قول می دهد نوری همچون طلوع خورشید از شما ساطع گردد. پس از آن درمان شما، ترفیع شما، پیشرفت شما با سرعت آغاز خواهد شد. خب دوستان، این بود بخشی از کتاب تفکر فراوانی نوشته جول آستین. به نام شما همان معجزه‌ای هستید که دیگران نیاز دارد، یا معجزه دیگری باشید. خیلی سپاسگزاریم از اینکه کانال خودتون رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدیمون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.